ورود شاهانه طاهر ظاهر والی جدید بامیان به این ولایت. ظاهر از مردم خواست به خانه هایشان برگردد زیرا طالبان نابود می شود. با سلام و وقت بخیر، خوش آمدین به تلویزیون اینترنتی افغانستانی مرکزی یا سنترال افغانستان. امروز 14 جولای سال 2021 میلادی و برابر با 23 سرطان سال 1400 هجری شمسی است. اینجا میدان هوای شهید وحدت ملی استاد مزاری در بامیان است. صدها نفر صف کشیدند و برای ورود والی جدید بامیان طاهر ظاهر لحظه شماری میکند. ظاهر 5 سال در این ولایت والی بود و در بهترین شرایط از اینجا رفت. حالا اما زمانی برگشت است که دو ولسوالی یعنی کهمرد و سیغان در دستان طالبان سقوط کرده است، آن هم بدون درگیری. شبر و یکاولنگ نیز با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است و صدها خانواده شهر بامیان مرکز این ولایت را ترک کردند. ظهیر بالاخره رسید میان انبوهی از مردم و چکچک حاضران. همه اقشار جامعه بدرقش میکنند و خوشحالند. اینگار یوسفی به کنعان آمده است. از میدان هوای تا مقر ولایت چکچک کنان بدرقش کردند و والی جدید رسما از سوی سرور جوادی معین ارگان های محل به عنوان والی بامیان معرفی و شروع به کار کرد. ظهیر از باشندگان بامیان به علت ترس آمدن طالبان که کوچ کردند خواست به خانه هایشان برگردد. والی جدید بامیان وعده کرد که احمد و سیغان را بزودی از وجود طالبان پاکسازی میکند، اما تاکید کرد اگر کسی تبلیغ طالبان را کند مجرم حساب میشود و در برابرش استادگی میکند. امنیت ملی بامیان این زیل اعظم مکلف است. پیش از این اگر هر گونه ای گرفتار کرده او را ما کار نکنم قدرداری میکنیم. یک مورد را دید که کسی در صدد تصمیق روحی مردم کار میکنه، تبلیغات منفی میکنه، بزرگنامه‌ای از طالب میکنه یا چهره کثیف و شریر طالب را تقدیم میکنه، آجل به پنجه طالب است. پایانی ما میگه برخی ها ساده دلانه میگه که طالب میاید طالب میگه نه که پاک بوقت طالب طالب سال 71 و 75 و 77 نیست. طالب هیچ کس را نداره. گروه منطور و منبوسی که دنیا ازش بیزار است. اینا نه توان داره نه امکانات داره، هیچ چیزی نداره. تو جیره امیل اعظم به دلیل مشکلاتی که جناب استاد جوادی گفت که در سر تا سر افغانستان پیش آمد که برخی جاها را گرفتن، به زودی حکومت همه ولسوالی ها را پس خواهد گرفت و اینها به سزای اعمالش خواهند رسید. طالبی تمام. در تقرری های تازه طاهر ظاهر والی بامیان شد و جنرال مراد والی دایکندی، دو فردی که در بین مردم این مناطق محبوب هستند. ظاهرا همه از تقرری آنان خوشحال هستند و به این دو به چشم فرشته های نجات نگاه میکنند، اما به واقعیت آنان فرشته های نجات هستند؟ جواب این سوال را زمان پاسخ خواهند داد. هرچند که ظاهر و مراد افراد برجسته و خوشنامه هستند، اما فراموش نباید کرد همه چیز بر اساس سیستم پیش میرود که ارگ ریاست جمهوری ساخته است. سیستمی که شبیه یک قالب است. سیستمی که در آن والی، قمندان و حتی وزیر صلاحیت چندان ندارد و حرف اول و آخر را رئیس جمهور میزند. ولایت ها امکانات نظامی محدود دارند و در صورتی با چالش جدی امنیتی روبرو شوند نیازمند همکاری مرکز است و اگر از مرکز کمک نرسد هر والی به چالش جدی روبرو می شود. فرق نمی کند این والی اعلی رحمتی باشد یا طاهر ظهیر و یا خانم شهیدی باشد و یا جنرال مراد. به عنوان یک جوان ما آرزو دارم که مردم با والیان جدیدشان همکاری همه جانبه کنند. نصیر موحدی، سنترال افغانستان.